ایمان آوردن به پیامبران به درستی که الله بر مؤمنان نعمت فراوان داد آنگاه که در میان آنها از خودشان پیامبر فرستاد که آیات الله را به آنها میخواند و آنها را پاک میسازد و به آنها کتاب و علم آموزد و همان و پیش از این در گمراهی آشکارا بودند سوره آل عمران آیت 164 ایمان به پیامبران رکن از ارکان ایمان و واجب از واجبات اعتقادی و بزرگترین واجبات است. پس پیامبران مبلغان رسالت الله سبحانه و تعالی از طرف پروردگار هستند. فرستادن پیامبران به نزد مردم به الله سبحانه و تعالی حجت است. بنابراین فرستادن پیامبران از بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی بر خلقش است و خصوصا پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم که خاتم پیامبران و افضلترین رسولان هستند. و ایمان به پیامبران این تصدیق آن است که او تعالی به هر امت پیامبری را از خودشان فرستاد تا آنها را به سوی عبادت الله دعوت کنند و عبادت غیر او را انکار نمایند و اعتقاد کردن به این که همه پیامبر قرآن گذشته صادق هستند، زیرا در حقیقت آن چیزی که الله سبحانه و تعالی به آنها فرستاد آن را به مردم رساندند، چیزی را پنهان نکردند و هم آن را تغییر ندادند. ما به آن ایمان می آوریم که دعوت همه پیامبران به سوی توحید و به سوی یکتاپرستی بود. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آن که به سوی او وحی می فرستادیم که غیر من هیچ معبودی بر حق نیست، پس مرا پرستش کنید. سوره انبیا آیه 25. و اما شریعت و احکام دین در هر پیامبر گوناگون بود، از هم دیگر فرق داشتند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود برای هر گروهی از شما شریعت و راه مقرر ساخته ایم. سوره مائده آیه 48. اعتقاد بر آن داریم که هر شخصی که رسالت یک پیامبر را انکار میکند، پس به تحقیق رسالت تمام پیامبران را انکار کرده است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود قوم نوح پیامبران را دروغگو شمردند. سوره شعرا آیه 105. پس آنی که یک پیامبر را دروغ می شمارد تمام پیامبران را دروغ شمرده است. و ما ایمان بر آن داریم که الله سبحانه و تعالی به پیامبرانش معجزه ها و آیات و نشانه های آشکار داده است و ما همه آن اخباری که از آنها وارد شده است تصدیق میکنیم. ما ایمان بر آن داریم که خاتم پیامبران پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم هستند که بعد آن کس پیامبری نیست. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود محمد پدر هیچ کس از مردان شما نیست، ولیکن پیامبر الله و مهر پیامبران است، یعنی بعد از وی هیچ پیامبری نباشد و الله به هر چیز دانا است. سوره احزاب آیت 40. اعتقاد بر آن داریم که منزلت و مقام پیامبران در نزد الله سبحانه و تعالی خیلی بلند است و افضل ترین آنها پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم هستند. و ایمان به پیامبران فایده های بزرگی دارد. از جمله آن فایده ها یکم دانستن رحمت پروردگار و عنایت او به خلقش که به سوی آنها پیامبران را فرستاد، پیامبرانی که سبب هدایت آنها گشته است. دوم شکر الله سبحانه و تعالی به این نعمت بزرگ. سوم محبت پیامبران و درود و سلام بر آنها. چهارم دانستن قدرت الله سبحانه و تعالی و اختیار او تعالی و برتر شمردن بعضی مخلوقات از بعضی دیگر. پنجم پیروی به آنچه به پیامبران آمده است، پس راه آنها راهی است که ما را به سعادت دنیا و آخرت می رساند.